در امور زندگی برادران و خواهران این چیزی که خود ما تجربه کردیم، یک زن در زندگی خیلی نقش داره. یک خانواده میتونه با قناعت تمام زندگی کنه به خاطر تلاش زن، و یک خانواده میتونه با اسراف و تبذیر زندگی بکنه به خاطر بیتوجهی زن. مردان نقش دارن، ولی نقش 80-90% رو زنها دارن. این رو باید متوجه باشیم. لذا علمای اخلاق یک سفارشی دارن به بانوان. من متن سفارش اونها رو خدمت شما بخونم. میگوین شما بانوان شریف مراقب باشید که خود و اعضای خانواده خیش را از گرایش به مصرف و مصرفی زندگی کردن نگه دارید و دیگران را نیز آگاه و متوجه سازید و هشدار دهید که هرگز به کالاهای تجملی و تزیینات زندگی سرگرم نشوند. پرده های گران قیمت، مبلمان های گران قیمت، مبلمان داره اینو باید عوض کنی. چرا؟ برای که خانه فلانی رفتیم مبلمانش ایرنگی بوده، این رنگ از مد رفته ها. قالی خوب رنگش داره، این رنگ قالی های گلی دیگه حالا از مد رفته ها، ما باید قالی آبی بگیریم. قالی های نمیدونم ماشینی حالا از مد رفته، باید قالی دستباف باشه. اگه ابریشمی باشه بهتر که ما کم نیاریم پیش فلانی. میافتن تو دام زندگی، از مقامات انسانی واقعا دور میشن. اینا رو که علمای اخلاق میگن، هلکی نمیگن ها، که هرگز به کالاهای تجملی و تزیینات زندگی سرگرم نشوند تا از هدفها و فعالیتهای والای انسانی و الهی که امامانمان بانوان را به خاطر آنها ستودن باز نمانند. ما قناعت را یاد بگیریم. آقا قناعت زندگی را بیمه میکنه، واقعا بیمه میکنه. اگر زن در زندگی خودش قانع باشه، اول اثرش روی شوهرش گذاشته میشه، شوهر محبتش نسبت به این زن 100 برابر میشه، چون میفهمه که مال شوهر را ضایع نمیکنه. دیگه با شعار از سیب میخواهم از بید میخواهم نیست، وظیفه توست. دین خرج مرا به عهده تو گذاشته، تو باید بیاری، من یه حرفا سرم نمیشه. اون مرد بیچاره به خاطر آبروش هم شده این کارا رو میکنه ها، اما او دل او میدونه، خدای او میدونه. این نامه را توجه کنین، قناعت زندگی را بیمه میکنه. خواهران جوان، اگر در زندگیتون قانع باشید، هیچ باد مخالفی در زندگی شما نمیوزد، و اگرم بوزد زندگی شما متزلزل نمیشه. هر که را خیمه به صحرای قناعت زدن، گر جهان زلزله گیرد غم به ایرانی نیست. این نامه رو ببینید، یک مرد از زن خودش تعریف میکنه. چی میگه؟ میگوید که حدود 3 سال است که با دختری فرشته مانند ازدواج کرده ام. این چه تعبیر جالبیه که یک مرد از همسر خودش تعبیر به فرشته بکنه. ببینید، حدود 3 سال است. خواهران ما گوش بدن، به چاشون هم سرصدا نکنن. حدود 3 سال است که با دختری فرشته مانند ازدواج کرده ام که حاصل آن یک دختر است که خداوند متعال به ما عطا فرموده است. بسیار با هم صمیمی هستیم و بنده فکر نمی کنم که اینقدر با هم صمیمی و خوب باشند. می خواهم از اخلاق و فهم و شعورش بگویم تا از ایشان و امثالشان تشکر بشود. میگه من اینا رو میگم برای که از این جور زنان واقعا باید تقدیر بشه. هنگامی که پدر و مادرش میخواستند برای او جهیزیه تهیه کنن، با من مشورت کرد. ببینید بعضی وقتا جازیه تهیه میکنن، چیزایی میخورن که اصلا به درد نمیخوره، فردا از مد میره، باید دور بندازن. این دختر عاقل آمد، میگه با من گفت. چی گفت؟ با من مشورت کرد و گفت میخواهم به پدر و مادرم بگویم که فقط وسائل خیلی خیلی لازم را تهیه کنن و خودشان را به قرض و فشار و گرفتاری نیندازن و ابدا وسائل لوکس خارجی تهیه نکنن. نظرش را پسندیدم، دیدم حرف عاقلانه میزنه. جهازیه زیاد دختر به خانه بیاره که باعث فخر مرد نیست. نظرش را پسندیدم و گفتم
غرض این است که روزهای اول زندگی چیزکی داشته باشیم که بتوانیم زندگی کنیم. و از جهازیه حضرت زهرا سلام الله علیها براش گفتم و در این فکر تشویقش کردم. این دختر نیرو گرفت. ابتدا پدر و مادرش قبول نمی کردن، او ما سرسیال داریم، اگه ما این کار نکنیم به ما بد میگن، این جهازیه درست نکردن. ابتدا پدر و مادرش قبول نمی کردن و می گفتن دخترمان جلوی سر و همسر سرشکسته می شود و وقتی که جهیزیه را می چیند و برای دیدن می آین خجالت می کشد و سرفکنده می شود. جهازیه را به اصطلاح به رخ مردم می کشن، می گن اینا این جهازیه را فلانی آوردن، اگه کم باشه بد می دانن. ولی هر طوری بود با اصرار هر دوی ما پذیرفتن و وسائل بسیار ساده‌ای خریدن. مثلا به جای کاسه و پشخاب ملامین یا چینی ظروف لعابی خودمانی تهیه کردن. البته خوبی در محیط ایران هست و یعنی اون ظرفای لوکس گران قیمت را نخریدن. حالا مدت 2 سال است که بدون سرفکندگی با همون وسائل بسیار مختصر به خوبی زندگی میکنیم و از صفا و سادگی احساس سبک باری و آرامش داریم. همسرم اونقدر فهمیده و خوب است که با درآمد کمی که دارم کاملا قناعت میکنه. زن عاقل اونه که اگر شوهرش درآمد کمی هم داره، اگرم روزگار با اون نساخت، یک مدتی بیکار بود، هر روز به اون نق نمیزنه که تو تنبلی، تو مهملی، تو به درد نمیخوری. ببینین چی میگه؟ میگه همسرم اونقدر فهمیده و خوب است که با درآمد کمی که دارم کاملا قناعت میکند و مرا در خدمتهایی که به عهده دارم تشویق میکنه. خدمات اجتماعی دارم، میگه بارک الله، و زندگی را به خوبی میچرخاند و کمی هم پسنداز میکند. تا حالا هیچ وقت نشده از من چیزی بخواهد که نتوانم و حتی گاهی به من اعتراض میکند که چرا این را که لازم نبوده و یا گران بوده خریده ای. ببینین این زن عاقله، در زندگی خودش قناعت میکنه. معنای قناعت چیست؟ آقا معنای قناعت اینه همون چیزی را که داریم، همون مقداری که در توانمان هست، قدر همون را بدانیم. قناعت در پولداری نیست آقا، خوشبختی در پولداری نیست، خوشبختی در امکانات زیاد داشتن نیست، خوشبختی در قناعته. این حدیث قدسی رو بشنوید. حدیث قدسی این کلامی است از جانب پروردگار که بر زبان پیغمبر جاری شده. خداوند متعال می‌فرماید من بی نیازی را در قناعت قرار دادم و مردم آن را در فراوانی مال و ثروت می جویند و البته هرگز نمی آبند. پس قناعت چیه؟ قناعت را اینجور علمای اخلاق معنا می کنند. قناعت یعنی به اون چه داریم بسنده کنیم و چشم و دل از آن چه دیگران دارند برداریم. خواهر من چشم به فرش مردم ندوز، چشم به مال مردم ندوز، چشم به مبلمان مردم ندوز، چشم به ماشین آخرین سیستم مردم ندوز که اینا همه از دست انسان گرفته میشه. آمده چهره در هم گرفته چه شده؟ ما دیگه کی از شر ابو قرازه فارغ میشیم؟ بابا یه ماشین، والله ماشین خوبی هم هست، نه ابو قرازه شده. خب از کی باز به فکر شدی که ابو قرازه تا دیروز که ماشینی بود؟ ماشین فلانه به چیزی ماشینه؟ اینه که بدبختی شروع میشه ها. تو خوش باش، همین ماشین خوبه، همین زندگی که داریم خوبه، چرا چشم به دنبال مردم؟ ببینیم کسانی که هیچی ندارن. قناعت معناش اینه اون چه داریم بسنده کنیم، به اون چه داریم بسنده کنیم و چشم و دل از اون چه دیگران دارن برداریم. قانع کسی است که به اون چه دارد به نتیجه سعیش راضی باشد و به اون چه با قدرت بازو و اندیشه فراهم آورده بسازد. دست خواهش و تمنا، زبان سوال و تقاضا پیش این و اون نگشاید و دل به حسرت مال و منال دیگران نسوزاند. البته قناعت غیر تنبلی ها، بعضی اشتباه میکنم، میگیم چرا سر کار نمیری؟ ما راضی به رضای خدا هستیم، همین چی داریم میخوریم، تو بیخود کردی، برو کار کن.